بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. نایب وزیرتون هستم در حرم مطهر امام حسین علیه السلام و واقعا ملتمس دعای شما، خیر شما بزرگواران هستم. خیلی نمیتونم اینجا صحبت کنم، خیلی شرایط مساعد نیست، کوتاه عرض میکنم. یه همچین شبی فراموش نکنید، مقدرات هستی در دست دام مبارک امام زمان عجل الله. مثل ما بدنی که نمیدونیم چه ویتامینی کم بود داریم، ممکنه ویتامین دی کم داشته باشیم، ویتامین سی بخوریم یا برعکس. اون کسی که میدونه ما از نظر روحی چه کمبودهایی داریم ایشونه. از خود ایشون بخواید مخلصانه و با نیت صدق که اون چه که به درد شما دنیا آخرتتون میخوره رو در واقع به شما بدن، اون مثل پدر مهربان این کار رو حتما انجام خواهد داد. نکته دیگه این که مستحباتی که انجام میدید ثوابش تقدیم کنید به خود امام زمان عجل الله. خب در واقع یه هدیه به ایشون بدید. من نمیخوام تاجرانه حرف بزنم و بگم که ایشون هم در مقابل هدیه به من شما میده، ما نباید به خاطر این کار اینو انجام بدیم، اما خب طبعا یکی از نتایجش این خواهد بود. خب و فراموش نکنیم مهمترین دعای همچین شب دعا برای ظهور امام زمان عجل الله. نمیگم ما دعا برای خودمون چیزی نخواهیم، خب اما اصلی ترین دعا اینه ها، اینو فراموش نکنیم. و یه نکته این که دست امام زمان رو باز بگذارید برای اینکه بتونه به عوض ما کارهای انجام بده. بسپرید به امام زمان، همه رو ببخشید امشب یا همچه شبید به خدمت شما عرض میکنم، یا به امام زمان وکالت بده بگید به عوض من هر کی دوست داشته باش تمام اعمال و مستحبات من مال شما، به هر کی دوست داشتی اینا رو اصلا ببخش، چه مرده چه زنده. خب ما وقتی همین نیت رو انجام بدیم و دست ولی معصوم رو باز میکنیم، چون خودمون این مجوز رو میدیم، خب حضرت به بهترین شکل اینها رو در بهترین جا که به درد ما میخوره نتیجه بخش به داد ما خواهد رسید. و بهترین اعمال امشب تفکره، یک لحظه تفکر بهتر از هزاران سال عبادت. 70 سال عبادت گفتن، کمتر بیشتر گفتن. میگه که ببین امشب سوره های توصیه شده که میخونه که تو تفکر در خلق آسمان ها و زمین، خدایی خدا فراموش نشه امشب. بعضی موقع ما اینقدر به حواشی میپردازیم که اصل یادمون میره. امشب رو به درگاه خدا سجده، امشب در خود خدا ما مسائل رو بخوایم، خب از خود حضرت حق تعالی بخوایم که مقدرات ما رو درست کنه. ما تو جوشن کبیر هزار بار اسم ایشون رو میبریم، تو صد فراز ده تایی که از او چیزی رو میخواد. اهل بیت واسطه فیضن، اهل بیت بهترین شفیعان هستن، فراموش نکنید. و اون چیزی که باعث میشه ما دعامون نگیره گناهانیست که مانع استجابت دعا میشه. اون دعای دیگه هم داریم، خود ما رو ببخش اون گناهانو که موجب میشه دعای من نگیره. خب اون گناهانی که باعث دعای من نگیره. اشک بر ابا عبدالله خدمت شما عرض کنم، میشوره این دعاها رو. و اینکه صدقه بدید، صدقه بدید به خاطر اینکه بالاخره این گناهانی که ما میکنیم یک عوارضی داره، یه اثراتی داره در این دنیا که این دامنگیر ما میشه. با صدقه اینا رو رفع کنید، با صدقه اینا رو دفع میکنید. خب یعنی صدقه بدید برای امام حسین، زیارت عاشورا بخونید، زیارت امام حسین خیلی میشه مستحب. اینجا بهترین جایی که میتونید یه نفر یه شب باشه همینجاست که من به نیابت از شما، به نیابت از همه شما نماز بخونم، زیارت میکنم. خب نمیتونم از تک تکتون اونان که اللهم جل و کر فرج منشن کنم، به نیابت تک تکشون سلام علی حسین خان. اما خدمت شما عرض کنم، اما به نیابت از همه شما عزیزانی که هم کلیپ منو دارید میبینید، خب من نماز خواهم خوند و زیارت خواهم کرد، زیارت نامه کامل میخونم به نیابت از شما. شما برای من حقیر سر و با تقصیر دعا کنید یا علی.